سال 167 کدام گزینه درست است با قرار دادن تیغه از فلز روی در محلول آبی مس دو سولفات فلز مس تولید می شود بچه زمانی یک فلز میتونه از یک ترکیبی یه فلز رو بندازه بیرون که فعالیتش بیشتر باشه یعنی اینجا فلز روی زمانی میتونه مس رو از ترکیب مس سولفات بندازه بیرون که خود فلز مس فعال بخشه. فلز روی فعالتر از مس باشه خب ما میدونیم که فلز روی خیلی فعالتر از فعالتر نسبت به مس پس در نتیجه میتونه به راحتی مس رو از ترکیب مس سولفات بندازه بیرون پس میتونه تولید کنه پس گزینه یک چیه گزینه درستی هست یا نیست میتونه به راحتی واسه گزینه درستیه خب به راحتی بچه باز هم تو گزینه اولمون ما تونستیم جواب رو پیدا کنیم ولی بریم سراغ گزینه های بعدی در میان فلزهای های آهن نقره پوتاسیوم و سودیوم واکنش فضیری فلز آهن از همه کمتر است خب نقره خیلی واکنش پذیریش کمتره سه در واکنش فلز مثل با محلول آهن سولفات فلز آهن تولید میشه خب نه مس فعالیتش کمتر از آهنه پس نمیتونه چکا کنه بیاد آهن رو بندازه بیرون این اتفاق نمیفته گزینه چهار تامین شرایط نگهداری فلزهای واسطه از فلزهای گروه یک و دو جدول دشوارتر است نه دیگه فعال ترین فلزهایی که ما داریم فلزهای گروه های یک و دو هستن حتی زیر نفت نگرشون میداریم پس در نتیجه گذنی درستی نیست پس همون گزینه یک جواب سوال 167 میشه